انتظار به سر رسید. جو بایدن بالاخره شریک انتخاباتی خود را معرفی کرد. کاملا هریس، سناتور دموکرات و دادستان کل پیشین کالیفرنیا. حالا نخستین بار یک زن سیاه پوست یار انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری یک حزب عمده در آمریکاست. جو بایدن با اعلام این انتخاب در توییتر خانم هریس را مدافع شجاع افراد ضعیف جامعه دانست. از لحاظ تجربه سیاسی، تجربه قضایی و تجربه تقنینی ایشون بالاخره سابقه داره. دادستان کل ایالت کالیفرنیا بود که بزرگترین، نه بزرگترین از لحاظ وسعت، ولی پرجمعیت ترین ایالت ایالات متحده هست، مهمترین ایالت ایالات متحده هست. اما این انتخاب واکنش سری و صریح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به همراه داشت. یکی از دلایل تعجب من از انتخاب او این بود که رفتارش با بایدن زننده تر از سناتور وارن بود. او در مناظره‌های مقدماتی دموکرات‌ها چیزهای وحشتناکی درباره جو خوابالو بیان کرد. Kamala Harris ran for president by rushing. دونالد ترامپ پیش از این سخنان ویدیویی را در توییتر منتشر کرد که آقای بایدن را کنزه و خانم هریس را متقلب می‌نامید. به گفته او آنها می‌خواهند آمریکا را تقدیم چپگرایان افراطی کنند. کاملا هریس که حقوق خوانده 56 سال پیش در کالیفرنیا به دنیا آمد. مادرش یک سرطان شناس مهاجر از هند بود و پدرش که در دانشگاه اقتصاد درس می داد از جامائیکا به آمریکا آمده بود. او در فاصله سالهای 2004 تا 2016 دادستان شهر سانفرانسیسکو و سپس دادستان کل ایالت کالیفرنیا بود. کاملا هریس در سال 2017 به عنوان نماینده دموکرات به مجلس سنا راه یافت و سال گذشته نیز یکی از داوطلبان نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری بود. سناتور هریس در مناظره‌های انتخاباتی حضوری پررنگ داشت. حملات تند کاملا هریس علیه جو بایدن به خاطر حمایتش در سال‌های دور از سناتورهای متهم به نژادپرستی و بعضی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال دانش‌آموزان آفریقایی تبار مورد توجه قرار گرفت. اما او پیش از برگزاری رقابت‌های مقدماتی انصراف داد و در نهایت حمایتش را از نامزدی جو بایدن اعلام کرد. نامزدی معاونت ریاست جمهوری دموکرات‌ها در انتخابات امسال از یک جهت نسبت به دوره‌های قبل اهمیت بیشتری دارد و آن سن آقای بایدن است که در صورت پیروزی با 78 سال سن مسن‌ترین فردی است که به ریاست جمهوری آمریکا رسیده و شریک انتخاباتیش باید فردی باشد که به لحاظ تجربه از آمادگی جانشینی او در هر لحظه برخوردار باشد. جو بایدن قبلاً وعده داده بود یک زن را به عنوان یار انتخاباتی خود انتخاب کند و ناآرامی‌های نژادی ماه‌های اخیر انتخاب یکی از اعضای اقلیت‌های نژادی را در اولویت قرار می‌داد. به خاطر مسئله کشته شدن آقای جورج فلوید در ایالت مینه‌سوتا، گروه‌های اقلیت، علل خصوص گروه‌های سیاه‌پوست‌ها بر این باور هستند که باید یک شخصی باشه که مشکلات و معضلاتی که جامعه برای اونها به وجود میاره رو درک بکنه و بتونه اونها رو به سرمنزل مقصود برسونه. کاملا هریس مانند جو بایدن بیشتر به جناح میانه رو حزب دموکرات تمایل دارد، هرچند در زمینه بیمه‌های بهداشتی در ابتدا سیاستش به برنی ساندرز و طیف چپ حزب متمایل بود. سیاست‌های اعلام شده‌اش او را فردی حامی عدالت اجتماعی و مدافع حقوق زنان و اقلیت‌ها معرفی می‌کند. خانم هریس همچنین منتقد سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و مخالف منع سفر شهروندان کشورهای عمدتاً اسلامی
از جمله ایران است. سناتور هریس همچنین از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرده و خواهان برگشت به آن است، ولی همزمان خواهان اصلاح توافق هسته‌ای با هدف تشدید نظارت‌ها و منع آزمایش‌های موشک‌های بالستیک است. او همزمان بر حمایت تمام قد آمریکا از اسرائیل در برابر ایران و حزب الله لبنان تأکید دارد. کاملا هریس نخستین زنی نیست که نامزد معاونت ریاست جمهوری در آمریکا می شود. جرالدین فرارو و سارا پیلین به ترتیب در انتخابات سالهای 1984 و 2008 شکست خوردند. اما اگر خانم هریس به همراه آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا کند، به نظر می رسد مسیرش برای رسیدن به ریاست جمهوری هموارتر از دیگر زنان سیاستمدار در آمریکا باشد. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن.